شما که باوری ته میخوره اونجا که اونجا باوری نداریم شما بله ما میام با کمال میل بله آی دکتر هست بربری هم داریم آیا دکتر حالا اینا رو که موضوع خرافه شد و این پایبندی بیچون و چرایی به بعضی از واقعا دیگه خیلی از مسائلی که اکنون توسط خود آخوندان پای منبر و روی منبر و در مجامع گفته میشه عجیب و غریبه، خودتون اطلاع دارید، دوستان شنوندن میدونن، یه چیزایی میگن که تو قطعه هیچ عطاری به قول معروف پیدا نمیشه. حالا اینجا میخواستم ببینم سلسله پهلوی، حالا رضا شاه رو که بگیم در برهه‌ای بود که ایران خیلی وضعیتش ناجور بود، فقر، بیماری، مرض، گرسنگی، دیگه جنگ، دیگه از این حرفا. ولی دوره بعدی محمد رضا شاه عالم نبود به این خرافه، به این چسبندگی خرافه های مذهبی تو ایران که خیلی میخواست قدم پیش بذاره. کجاش اشتباه کرده بود؟ چون از یه طرف خب رئیس کشور مسلمانی بود، از یک طرف هم میخواست به دروازه های تمدن برسه که خب افکارش هم این نشون میده. این کجاش اشتباه کرد یه همچی شخصی؟ در ذهن محمد رضا شاه هم یک رسوب وجود داشت. بله 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 دقیقا این رسوب در ذهنشون هم بود. محمد رضا شاه پادشاه بود دیگه، از حالت انسان بودن که خارج داشته بود. دقیقا. انسان ایرانی محمد رضا شاهی که به مردم میگفت که من در 27 بهمن ماه به عنوانی که مثلا کمربسته علی بودم، محمد رضا بودم، تیر از روی صورتم رد شد به من اصابت نکرد، یا از روی اسب افتادم از توی زمین آسمان از دباس دست من رو گرفت، برای اینکه از باورهای مذهبی مردم استفاده بکنند، یا واقعا خودش هم بهش معتقد بود. خب مردم میدیدن که شاه مملکت کمربسته امام رضاست، خمینی کمش بر نماز بوده است، کسی خمینی رو بیسکی به دست نیدی بوده، کسی کراوات کردن خمینی نیدی بود. حالا خمینی میاد میگه که همون پادشاهی، همون خدایی، همون امام رضایی، همون امام علی که از روی اسب کمربند امام رضا شاه رو گرفت و نجات داد، من نماینده خود او هستم، به دلالی که در من بیشتر شما مشابهات اونها رو ملاحظه میکنید. شاه هم نتوانست، من یه جایی در همین زمین های گفتگو گفتم که مردم به دنبال نستن که نجات پیدا بکنن، برای نجات پیدا کردن یک کاریزمایی رو میخواهم. کاریزما دو جهت شناخته می شود، یک طرف که خود شما در خودتون احساس می کنید که یک اصالت دارید، یک برجستگی دارید، یک توانایی دارید، پیش خودتون کاریزمایید، بر حق هم کاریزمایید، شایسته شما هستید. طرف دیگر قضیه این است که جامعه شما رو بشناسند، آماری شما رو بشناسند که تعیین کننده است، نه خانواده شما و صد نفری که با شما هماهنگ هستند. من یه جایی گفتم که کشور ما اکنون به کمبود شخصیت کاریزمایی مبتلاست. خب برای اینکه این جریان کاریزمایی رو حل بکنیم، همه گروه های سیاسی که 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا بالا پایین دور هم دیگه جمع میشوند، منشوری رو برای خودشون تنظیم میکنند، من دیدم داخل همه این منشورها برابری زن و مرد رو تبلیغ میکنن که زن و مرد با هم برابر باشن. این خیلی بشارت خوبیه، بسیار بسیار بشارت و نوید بسیار زیباییه. بهشون عرض کردم که آقا شما که به دنبال برابری زن و مرد هستید، اکنون در این مملکت تنها کسی که می تواند کاریزمای درست حسابی بشود که دیگران آحاد نزدیک به اتفاق جامعه او را می شناسند و اقلا روی او قضاوت فوق‌العاده ناجور و بدی ندارند رو چنگ بزنید، و از او هم خواهش کردم که گذشت بکند، از وحشت بیرون بیاید،
رسالت اکنونی و تاریخیش رو حس بکند و وارد میدان بشود. منظور من رو شاید گرفتید. منظور من خانم فرح دیباست. دقیقاً بله. خانم فرح دیبا زن، پس بنا به اعتقادی که همه دارن که زن و مرد با هم برابرند، ایشون یک عنصر ملی مملکت است. حالا زن شاه بوده است، خدمتگزار بوده، مردمان جامعه او رو میشناسن، در حد وفور هم میشناسن. پس ویژگی شناخت کاریزماییش به وسیله مردم حاصله. آدم بدنامی هم نیست، چون دستش آلوده نبوده است در جریاناتی که حالا به حق یا ناحق منصوب و منتسب به شاه میکنن. در مورد او چنین آلودگی وجود ندارد. پسرش و دیگرانی که مدعی هستند که ادعاهای بسیاری از اینها هم به اعتبار شایستگیشون رواست، درسته و من سر تعظیم برای همشون فرود می آورم، با خودشون بقبولانند که به عنوان مشاورین بایسته و لازم در کنار این خانم جمع بشوند و اون خانم هم لطف بکنه، هدایت مردم رو به عهده بگیرد. امیدواریم که کشور بتواند رنگ آسایش و آرامش رو ببیند. آقای دکتر، خب این عقیده، این فرمایش شما به نظر من و فکر میکنم خیلی برایشون قابل پسند باشه. خب چرا مطرح نمیشه؟ منظور من اینه که چرا پخش نمیشه این مسئله؟ من سنجا حدود شاید 10 ساله، مال امروز دیروز هم نیست، من چند جا این جریان رو با استدلال منطقی که بخشش رو خدمت شما عرض کردم مطرح کردم. کشور ما برای اینکه به ثبات برسد حتما نباید تن به کشتار بدهد. یک گروهی وارد عرصه میدان خدمت شدند، خواسته یا ناخواسته، یا آمدن یا آوردن شدند، اینا رو آوردن هر ترتیبی. به نسبت و به ذات خودشون اکثرشون خدمت کردن، و اگر خدمتشون هم بازده منفی داشته است نمیدانستند. انگ و ورچسب خیانت بر پیشانی هر کسی زدن کار ساده ای نیست. اگر مردم ما با سعی صدر همشون، چون هایی که در بدنه قدرت هند اکنون کارگزارند، اما کارگزارهایی نیستن که آثار مسئولیتی و پاسخگویی مستقیم داشته باشن، بسیجی، پاسدار، نظامی، نماینده مجلس انتخابش کردن، رفته اونجا چیزی رو امضا کرده است که بازده منافع ملی برای مردم هم نداشته است، همه اینا رو من میدونم، اما تکلیف اینا رو فردای این مملکت قانون مشخص خواهد کرد، نه افراد. اگر افراد به این نتیجه برسن که دست به دست همدیگر بدهند، بی حب و بغض، بی این که برای همدیگر شاخشونه بکشند، بدانند که این باران بر روی همشون میبارد و این بارش سیل آسا یک روزی تبدیل به سیل خواهد شد، خوب و بد، دارا و ندار، قدرت مدار و بی قدرت، فرودست و فرادست رو همه رو بسلا تومه سیلاب خواهد کرد، اون وقت به فکر فرو میروند، حرکتی میکنند که جامعه رو تغییر به وجود بیارند، در این تغییر مصالح ملی را هم حتی برای اونهایی که در حوزه های قدرت هم بودند و گردانندگان اهرم قدرت هم بودند، بنا به تشخیص قانون نه دلخواه شخصی خودشون، با مردم باید با همدیگر برسن به این درجه ای که به هم پیمان ببندند که اگر یک روزی توانستند جامعه رو ببرند به سمت سوی یک مجلس مؤسسان درست حسابی برای تدوین حاکمیت جدید در قانون اساسی، اجازه ندهند که خودسرانه کسی به دیگری متعرض بشود، از تعرضها جلوگیری بکنند تا زمانی که قانون تشکیل بشود، با تشکیل حکومت جدید و نوشته شدن قانون اساسی و برپا شدن دادگاه های اساسی، انسانی، علمی و درست حسابی که درش اجازه بدهند که هر کسی بتواند از خودش دفاع بکند و وکلای مدافع، اونهایی که در حوزه های انسانی کار میکنند، از همه دفاع بکنند، شاید بتوانیم کشور رو
به سر منزل مقصود برسانیم. دقیقا همینجوره، یک نقطه امیدی آیه. ولی خب من همین خواستم از شما که خب حالا بیفته وسط این ماجرا، رو بشه، عیان بشه و نهایتا کار به جایی برسه، و فکر میکنم بسیار ارزشمند این عمل، این کار آیه دکتر. بان که اذان مؤذن مرا کشد سوی قبله، ناله جانسوز تار اگر بگذارد. خودخواهی ها، خودمحوری ها، خیشتن رو مرکز عالم دیدن. فکر میکنیم که که بود گفت که قدم میزد توی آینه خودش نگاه میکرد و میگفت که در حقیقت از خودمون خوشمون آمد. خیلی از خودشون خوششون میاد. قاید کار ناصرالدین شاه هم بوده آیه دکتر. حالا من اسم نمیبرم. خب آیه دکتر دیگه خیلی اذیتتون کردیم. آخرین نگاهتون رو میخواستم در مورد اوکراین بدونم. روسیه، آقای زلنسکی در شورای امنیت سازمان ملل هم سخنرانی کرد، البته ویدیویی از راه دور، گفت تکلیفش روشن کنه اگر نمیتونه کاری بکنه و اینا، خودشو منحل کنه. شما بالاخره نظرتون چیه؟ این حرفیه که دنیا داره میزنه، نه دنیای برنشسته بر صندلی های نرم کرسی های سازمان ملل، نه دنیایی که بیرون هست، دنیایی که اعتبار به سازمان ملل قائله، دنیایی که در پی اون حرف خانم النا روزولت بود که زن بود آمد یه حرکت کرد که حقوق بشر رو بشه سامانی برساند. اونها میگویند که سازمان ملل تا زمانی که بازوی اجرایی ندارد یا نمیخواهد داشته باشد منحل بشه بهتر است. بله واقعا هیچ کار نمی کنه. حالا نظرتون چیه؟ این جنگ فرسایشی خواهد شد یا نه تمام میشه؟ خب جنگ فرسایشی به اون اعتبار که نمیتواند بشود، و دلیل این که برابری و موازنه قدرت بین دوتا نیست. البته اونها در سلاح جلو هستن و اینا در غیرت. مشت هم با درفش معمولا خیلی سازگار نیست، ولی تا همین جای قضیه اوکراین بازی رو برده، من دیدم که کره شمالی جنوبی هم یکی براش شاخشونه میکشید. شمالی ها گفتودن خواهر فکر بکنم رابرشون بود. بله. که اگر گوش نکنه ما اتم رو سر زیر اونجا خواهیم کرد. گفتیم خوبه اینا بالاخره یه درسی به هم دیگه میدن، چیزا یاد گرفتن. بله. دقیقاً. بله اوکراین اونجا رو هم داریم، کره و دیوانگان. بله. یه موقعی میگیم آیه این فکر میکنیم این رهبران این چنینی رو آدم جمع جورشون کنه، بذارشون توی یه سالن بزرگی درم ببنده، بگی حالا هر چی میخواین سر هم دیگه بیارین، به مردم شما کاری نداشته باشین. شما هر وقت به قدرت رسیدی همین کارو بکن. عجب. دکتر جان سپاسگزارم از حضورتون، خیلی مهر داشتین، لط دارین. شما رو و شنوندگان شما رو اذیت میکنم، چیزایی نمیگم که دردشون بخوره، منو ببخشید. نه دقیقا ما که بهره میگیریم. سپاسگزارم از شما. باشه. قربان شما. با امید گفتمان شما رو به خدا میسپارم و به آرزوی پایندگی ایران میکنم. سپاس